مصطفی دانش نویسنده کتاب رد پای من میراث جنگ سرد از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ‌های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در دو جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-7477 کتاب.com. سلام به بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم میکنم. پس از 6 هفته بمباران‌های شدید اسرائیل در بیروت و تلاش اسرائیل برای ورود به جنوب لبنان و تصرف مناطق جنوب و در هم شکستن مقاومت نیروها و تخریب مواضع نظامی و بونکرهای موشکی حزب الله که روزانه با پرتاب دهها و برخی اوقات صدها موشک به اسرائیل زندگی عادی مردم را در شهرهای بزرگ کشور مختل کرده، آقای بنیامین نتانیاهو که تا به حال سدی برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگانهای اسرائیلی بوده، رئیس سازمان موساد اسرائیل را در روز یک شنبه آینده 27 اکتبر 2024 به دوحه پایتخت قطر می‌فرسته. هدف این اقدام مبادله گروگان‌ها و آتش‌بس در نوار غزه است. آقای دیوید بارنیا رئیس سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد به دستور شخص آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دوحه میره تا با آقای ویلیام برنز رئیس سازمان سیای آمریکا و نخست وزیر قطر آقای محمد ابن عبدالرحمن السانی مذاکره کرده تا بتونند امکانات یک آتش بس در نوار غزه که باعث آزادی اسرای اسرائیلی بشه را به ویژه بعد از پس از تحولات اخیر در جنگ ها در غزه و در لبنان بررسی بکنند. رسانه های مصری امروز جمعه 25 اکتبر 2024 گزارش دادند که یک هیئت بلندپایه از سران حماس با مقامات امنیتی مصر در قاهره در مورد اوضاع در نوار غزه مذاکره کرده تا راه حلی را برای رسیدن به آتش بس پیدا بکنند. چندین ماه است که آقای نتانیاهو هر گونه توافقی در مورد آتش بس را سد کرده و حتی پیشنهادهای بزرگترین حامیان تسلیحاتی و مالی خود کاخ سفید را هم نادیده گرفته. او دستور بمباران مواضع حزب الله در بیروت را داد و از اوایل اکتبر 2024 فرمان ورود ارتش اسرائیل به جنوب لبنان را صادر کرد. با انفجار هولناک هزاران پیجر و دیگر وسایل ارتباطی در لبنان در روز 17 سپتامبر 2024 که هزاران نفر شدیداً مجروح و بیش از 40 نفر به قتل رسیدند و در اثر بمباران‌های منطقه زاویه در بیروت، نه تنها دبیر کل حزب الله سید حسن نصرالله و مدتی بعد از او معاونش هاشم سیف الدین صفی الدین در بیروت به قتل رسیدند، بلکه ده ها نفر از فرماندهان ارشد حزب الله در این حملات کشته شدند و آقای نتانیاهو و فرماندهان ارتش اسرائیل رسما اعلام کردند که کار حزب الله ساخته است و هر گونه ارتباط بین نیروهای سرگردان حزب الله با رهبران سیاسی و نظامی آن نابود گشته و حزب الله چاره‌ای بجز تسلیم نداره. سخنگوی ارتش اسرائیل آقای دانیل هاگاری و رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل هرتزی حالوی اعلام کردند که حزب الله نابود شده. اما اکنون ارتش اسرائیل اعلام میکنه که در روز چهارشنبه 23 اکتبر 2024 دست کم 5 سرباز اسرائیلی در جنوب لبنان توسط حزب الله به قتل رسیدند و حال دست کم 6 سرباز دیگر اسرائیلی که زخمی شدند بسیار وخیم میباشد. ارتش اسرائیل حتی اعلام میکنه که از زمان شروع جنگ زمینی در جنوب لبنان تقریبا در 3 هفته اول اکتبر 2024 22 سرباز اسرائیلی به قتل رسیدند.
این در حالی است که حزب الله لبنان در بیانیه‌هایش از بیش از 70 سرباز اسرائیلی صحبت میکنه که در این 3 هفته گذشته کشته شدند و چندین 10 نفر دیگر شدیداً زخمی گشتند. در هفته‌های گذشته حزب الله لبنان روزانه 10 و بعضی اوقات بیش از 200 موشک به مواضع نظامی و شهرهای کلیدی اسرائیل مانند تل اویو و حیفا پرتاب کرده و هنوز این حملات هوایی نه تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه روز به روز به تعداد حملات موشکی با موشک‌های مدرن‌تری اضافه می‌شود، تا جایی که حزب الله قادر شده یک پایگاه ارتش اسرائیل در حیفا را مورد اصابت پهپادی قرار بده که بر اثر آن چندین سرباز اسرائیلی به قتل رسیدند و تعداد زیادی مجروح شدند. در روزهای گذشته حزب الله تایید کرد که یک پهپاد انتحاری حتی منزل آقای نتانیاهو در قیصریه در تل اویو را هدف قرار داده و به آن خانه ضربه زده. تمام این وقایع اخیر در حالی است که بعد از فاجعه انفجار پیجرها و کشتن اکثریت رهبران و فرماندهان ارشد حزب الله و ضربه ای که به حزب الله وارد شد، نه تنها رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل دیگر باور نداشتند که حزب الله هرگز بتونه سر بلند کنه و به عملیاتش ادامه بده، بلکه افکار عمومی در جهان موجودیت حزب الله را پایان یافته میدانست. ژنرال هرتزی هالووی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل رسما اعلام کرد که ما زنجیره فرماندهی حزب الله را کاملا نابود کردیم و امکان آن وجود دارد که جنگ خاتمه یابد. چنین پیشگویی تا به حال رخ نداده و در جبهه های جنوب لبنان، در مناطق مرزی بین اسرائیل و جنوب لبنان به وسعت بیش از 100 کیلومتر هنوز ارتش اسرائیل موفق نشده نقطه مهم و یک روستای استراتژیک مرزی را به طور کامل اشغال بکنه و به سوی مواضع بونکرهای حزب الله در جنوب لبنان پیشروی بکنه. نیروهای اسرائیلی به مناطقی در مجاور مرز اسرائیل به جنوب لبنان وارد میشن، پرچم اسرائیل را به اهتزاز در می آورند و با حملات حزب الله دوباره به خاک اسرائیل عقب نشینی می کنند. حزب الله اعلام کرده که در 3 هفته گذشته در حدود 28 تانک و توپخانه اسرائیل را در جنگ زمینی منفجر کرده و بیش از 3 پهپاد هرمس 450 و 900 اسرائیلی را در این منطقه سرنگون کرده. در اثر حملات مستمر موشکی و پهپادی حزب الله به شهرهای مهم اسرائیل، روزنامه تایمز آف اسرائیل گزارش بدی از اوضاع اقتصادی اسرائیل منتشر کرده. تایمز آف اسرائیل می نویسه که در بندر حیفا مغازه های زیادی بسته شدند. بازار دستفروشان با خیابان های خالی از خریداران روبرو هستند. خطوط هوایی عملا پروازها را لغو کردند. کسب و کارهای زیادی در حال ورشکست شدن هستند. هتل های لوکس خالی از میلیون ها گردشگری است که به اسرائیل می آمدند و این هتل ها از مدار ارائه خدمات خارج شدند و به محل اسکان آوارگان مردم اسرائیل از شمال کشور تبدیل گشتند. تایمز آف اسرائیل می نویسه که قراردادهای عظیم تجاری و پروژه های چندین 10 میلیارد دلاری سرمایه گذاری کاملا متوقف شدند. همچنین بانک جهانی گزارش میده که صادرات اسرائیل در 1 سال گذشته در زمان جنگ 10% کاهش یافته و بانک مرکزی اسرائیل شاخص اعتماد به اقتصاد توسط مصرف کنندگان و سرمایه گذاران را کمترین شاخص در 1 دهه اخیر مینامد. روزنامه تایمز آف اسرائیل گزارش میده که سرمایه گذاری در ساخت و ساز 20% کاهش یافته و ساخت و ساز 40% کمتر شده و 46 هزار کسب و کار ورشکست شدند و 60 هزار شرکت در آستانه ورشکستگی هستند. مؤسسات مهم برآوردهای رتبه اعتباری جهانی رتبه اعتباری اسرائیل را تنزل دادند. تنزل رتبه اعتباری باعث میشه که سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای سرمایه گذاری بسیار محتاط شوند، زیرا تنزل اعتباری ورود سرمایه را بسیار پرهزینه میکنه. آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی هایش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
در سالهای گذشته با ارائه نقشه ها و طرح‌های اسرائیل را یک مرکز تجاری و اقتصادی با مرکزیت در کریدوری از هند، عربستان سعودی تا مدیترانه معرفی میکرد که نه تنها هاب اقتصادی و تجاری بلکه یک هاب انرژی جهانی خواهد بود. اما جنگ یک ساله و ادامه آن به طور قطعی ضربه بزرگی به این طرح‌های اسرائیل زده. وزیر دارایی کابینه آقای نتانیاهو، آقای بزلال اسموتریچ، هزینه جنگ برای اسرائیل را روزانه 260 میلیون دلار برآورد می‌کند. بیش از 90 تا 100 میلیارد دلار در یک سال گذشته. ادامه جنگ و اینطوری که مشاهده میشه، این جنگ هنوز مدت طولانی ادامه خواهد داشت. باید خاطر نشان ساخت که ایالات متحده آمریکا در یک سال طول جنگ به عنوان بزرگترین حامی تسلیحاتی و مالی اسرائیل، طبق اطلاعات واشنگتن 17 تا 18 میلیارد دلار به اسرائیل کمک کرده. اگر بپذیریم که کشورهای دیگر حامی اسرائیل هم جمعاً تقریبا همین مبلغ را کمک کرده باشند، تا به حال فقط 36 میلیارد دلار از 90 تا 100 میلیارد دلار هزینه یک ساله جنگ توسط خارج تأمین شده. مؤسسه معروف راند معتقده که خسارات اقتصادی فقط منحصر به 100 میلیارد دلار هزینه جنگ نیست، بلکه خسارات می توانند در سالهای آینده تا 400 میلیارد دلار افزایش یابند. مجله اکونومیست از فرار سرمایه ها از بانک های اسرائیلی صحبت میکنه که در یک سال گذشته دو برابر شده، و شبکه CNN آمریکا میگوید که بزرگترین تلفات جنگ برای اسرائیل اقتصادش میباشد و اکونومیست آن را سناریوی کابوس میدونه. این شرایط اقتصادی است که CNN آن را بزرگترین تلفات جنگ برای اسرائیل مینامه و اکونومیست آن را سناریوی کابوس مینامه. این در حالی است که یک هفته پس از قتل یحیی سنوار، رهبر سیاسی و فرمانده نظامی حماس در جنوب نوار غزه، چشمانداز خاتمه در جنگ در نوار غزه به ناامیدی تبدیل شده و ارتش اسرائیل شدیداً به جنگ ادامه میده و هنوز نتونسته جلوی حملات جنگجویان حماس به نیروهای اسرائیلی را سه ماه پس از آغاز جنگ بگیره. بلافاصله پس از قتل یحیی السنوار، ارتش اسرائیل اعتراف کرد که در یک حمله نیروهای حماس 4 افسر فرمانده ارتش اسرائیل، شامل فرمانده تیپ 401 در جنگ‌ها در اردوگاه جوالیا در شمال غزه، به قتل رسیدند. امروز هم همین چند ساعت پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد که در جوالیا در شمال غزه 3 افسر دیگر اسرائیلی به قتل رسیدند. در چند روز گذشته با تشدید حملات ارتش اسرائیل به شمال غزه، نیروهای حماس به حملاتشان به سربازان اسرائیل در مناطق شمالی افزودند. با وجود کشتن رهبران و فرماندهان کلیدی حماس و در اثر بمباران‌های سیستماتیک کشته شدن بیش از 50,000 غیر نظامی در نوار غزه، زخمی شدن 100,000 نفر و تخریب قاطعانه زیرساخت‌های این باریکه برای غیر مسکونی کردن آن، هنوز ارتش اسرائیل نتونسته مقاومت جنگجویان حماس را به طور قطعی و کامل در هم بشکنه. اگرچه اسرائیل در شمال غزه دست به تخریب ساختمان‌ها و مناطق مسکونی زده و با انفجارهای مواد منفجره این مناطق را با خاک یکسان می‌کنه. تلویزیون الجزیره یک ویدیو را منتشر کرده که پس از سرنگونی یک پیپاد اسرائیلی در نوار غزه به آن دست یافته. در این ویدیو دیده میشه که بلوک‌های مسکونی در مناطق شمال غربی نوار غزه با مواد منفجره تخریب میشن. در دو هفته گذشته در ماه اکتبر 2024 در شمال نوار غزه در مناطق جبالیا، آلانالوجا، الاتاره تعداد زیاد بلوک‌های مسکونی با خاک یکسان شدند. آیا این تخریب‌ها در قالب طرحی است که به طرح جنرال ها مشهور شده است و آن طرح به هدف مهاجرت اجباری ساکنان آن می باشد تا با نابودی ساختار عمرانی در شمال نوار غزه و تبدیل آن به یک منطقه غیر قابل زندگی، ساکنان آن منطقه را به سوی جنوب غزه ترک کنند؟ آیا طرحی که
معروف به طرح ژنرالا شده است همان چیزی نیست که وزرای بسیار افراطی در کابینه آقای بنیامین نتانیاهو، آقایان بنگویر وزیر امنیت ملی و آقای اسموتریش وزیر دارایی آن را تا به حال چندین بار مطرح کردند. آنها خواهان جلوگیری از ورود مواد غذایی، دارویی، سوخت به شمال غزه شدند تا مردم به طور داوطلبانه آنطوری که آنها میگویند این باریکه را ترک کنند. این طرح حتی صدای بالاترین مقامات امنیتی سابق اسرائیل را هم درآورده. کسانی که در دوره‌های گذشته نخست وزیری آقای نتانیاهو به ریاست موساد منصوب شده بودند و در اجرای قطعه‌های دانشمندان اتمی ایران به دستور آقای بنیامین نتانیاهو نقش داشتند. بعد از آقای مایر دگان رئیس سابق موساد که به خواسته های حمله آقای نتانیاهو به ایران در سال 2011 مخالفت کرد، آقای تمیر پاردو از طرف آقای نتانیاهو به عنوان رئیس موساد منصوب شد. اکنون در مصاحبه با برنامه هارتوک بریتانیا، آقای تمیر پاردو مدیر سابق موساد که توسط آقای بنیامین نتانیاهو منصوب شده بود و حالا یکی از منتقدان جدی آقای نتانیاهو میباشد، میگوید که اگر اسرائیل میخواهد بخشی از خاورمیانه بشود، باید درگیری بین فلسطین را حل بکنه، نه اینکه مثل 57 سال گذشته این را به تغییر به تعویق بیندازه. مجری برنامه هارتوک به آقای پاردو میگوید که بسیاری از عناصر افراطی در دولت کنونی نتانیاهو بر این باورند که راه حل این است که آنها میخواهند با خشونت و زور به تمام سرزمین‌های بین دریای مدیترانه و رود اردن تسلط پیدا بکنند و به فلسطینیا چند گزینه ارائه بدهند، یا بمانند و بپذیرند که شهروندان کامل اسرائیل نخواهند بود، یا به مبارزه ادامه بدهند که به نقل از اعضای راست دولت مانند آقای اسموتریش در این صورت از بین خواهند رفت، و یا می توانند این سرزمین را ترک کنند آنطوری که آقای بنگویر و اسموتریش می خواهند. آقای تمیر پاردو مدیر سابق موساد پاسخ می دهد که امیدوار می باشد اینطور نشود، آنها اقلیتی در درون اقلیت باشند. در ادامه آقای تمیر پاردو اعتراف میکنه که متاسفانه آنها بخشی از دولت هستند و آنها مانند بنگویر و اسموتریش پست‌های بسیار مهمی را دارند و با حمایتشان نتانیاهو را تقویت میکنند. پاردو افکار این وزرای کلیدی کابینه نتانیاهو را بسیار وحشتناک برای اسرائیل نامید. تمیز پاردو در مصاحبهش با هارتوک خاطر نشان میسازد که او باور دارد که در منطقه بین مدیترانه و دره اردن حدود 15 میلیون نفر زندگی می‌کنند که نیمی یهودی و نیمی غیر یهودی هستند. پاردو می‌گوید که باید به این فکر بکنیم که چه نوع کشوری را برای فرزندان و نحوه‌هایمان در آینده می‌خواهیم. او کلید آینده صلح پایدار را مربوط به ایران نمی‌دونه. در مصاحبهش می‌گوید یک صلح پایدار مربوط به ایران نیست، بلکه نزدیکتر به خانه خودمان، به روابطمان با مردم فلسطین مرتبطه. پاردو در این مصاحبهش ترورها در لبنان و در نوار غزه را راه حل مشکلات اسرائیل نمیدونه و میگوید که ترور مشکلی را حل نمیکنه، اگرچه خود او دستور ترور دانشمندان اتمی ایران توسط نتانیاهو را در تهران در اوایل دوم دهه قرن 21 به اجرا گذاشت. تمیر پاردو استفاده بیش از حد نیروهای ارتش برای نابود کردن حماس در غزه و از بین بردن توان حزب الله در لبنان را غیر مؤثر می‌داند. او می‌گوید که اسرائیل به یک استراتژی پایدار نیاز داره که متأسفانه او آن را نمی‌بینه. او می‌گوید من چنین استراتژی را نه در غزه و نه در لبنان می‌بینم و این نشانه بسیار بدی برای اسرائیل و می‌تونه این جنگ را برای مدت طولانی ادامه بده و این هرگز به نفع اسرائیل نمی باشه. زمانی که اسرائیل با حملات و بمباران شدید شروع کرد با سازمان حماس به جنگد و رهبران حماس و تسلط آنها را به زانو برنوار غزه نابود بکنه، بالاترین هدفش نجات اسرای اسرائیلی
در نزد حماس بود. اما بعد از 13 ماه جنگ در نوار غزه نه تنها ده ها هزار نفر کودک و زن، پیرمرد و پیرزن در غزه به قتل رسیدن، بلکه هنوز ده ها اسیر اسرائیل در دست نیروهای حماس گرفتارند و با وجود ضربه های غیر قابل تصوری که ارتش اسرائیل به حزب الله در لبنان و حماس در باریکه غزه وارد کرده، رهبران حماس میگویند که چیزی تغییر نخواهد کرد تا زمانی که اسرائیل حملاتش را قطع نکنه. آقای اسامه همدان، یکی از مقامات باقی مانده حماس، به تلویزیون المیادین میگوید که گروگان هایی که در دست مقاومت هستند زمانی به خانه هایشان برمیگردند که تجاوز خاتمه یابد و آنها کاملا از نوار غزه عقب نشینی کنند. تمام تلاش ها در گذشته تا یک آتش بس را در نوار غزه به اجرا بگذارند و با آزادی اسرای اسرائیل توافق بکنند تا به حال کاملا با شکست روبرو شده. جنگ همچنان در دو جبهه در لبنان و غزه به شدت ادامه داره. نه تنها آوارگان شمال اسرائیل به خانه هایشان باز نگشتند، بلکه با توسعه جنگ به داخل لبنان ده ها هزار آواره جدید هم به آنها اضافه شده. اوضاع اقتصادی در آشفتگی کامله و اکنون اسرائیل در یک جبهه خطرناکتری با جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته. روزنامه نیویورک تایمز گزارش میده که در صورتی که اسرائیل حمله گسترده‌ای به ایران بکنه، به طور مثال تأسیسات انرژی و نفتی ایران را بزنه و یا به تأسیسات اتمی حمله بکنه، باید طبق گزارش نیویورک تایمز اسرائیل منتظر یک آتش گسترده باشه و جمهوری اسلامی میتونه با هزار موشک بالستیکی به اسرائیل حمله بکنه، آتشی که میتونه خاورمیانه رو بسوزونه. آقای اسحاق بریک، ژنرال ارتش سابق ارتش اسرائیل، میگوید که نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیلی با زدن کنسولگری ایران در دمشق اسرائیل رو به دردسر وحشتناکی دچار کردند. ژنرال بریک میگوید که اکنون تهدید وجودی متوجه اسرائیل است اگر ایرانی ها جنگ منطقه‌ای علیه ما به راه اندازند. جنرال اسحاق بریک شدیداً به نتانیاهو میتازد که آیا الان وقت آن بود که تو هنیه و فرماندهان حزب الله را ترور کنی و همه جهان عرب را علیه خودت کنی و تا این حد تهدید وجودی برای اسرائیل درست کنی و اصلا توانایی این جنگ را نداری و هنوز حماس را نابود نکرده ای؟ اسحاق بریک حمله احتمالی ایران در پاسخ به حمله اعلام شده اسرائیل به ایران را بسیار خطرناک میدونه، زیرا اگر پاسخ آنها ایرانی ها قوی باشه و ما هم مجبور باشیم که جواب بدهیم، حتما یک جنگ منطقه‌ای به راه خواهد افتاد که به گفته بریک ممکن نیست اسرائیل در آن پیروز بشه. اسحاق بریک نتیجه میگیره که این مشکل اساسی است و شما گروهی را میبینید که ورشکسته سیاسی میباشند و همچنین سعی دارن ما را به لبه پرتگاه ببرند. آیا نتیجه تمام بحران‌ها در داخل اسرائیل و اینکه با وجود جنگ‌های هولناک در نوار غزه و در سه هفته گذشته در لبنان، نه تنها حملات حزب الله به اسرائیل و نیروهای اسرائیل در مرزهای جنوب لبنان قطع نشده، بلکه افزایش بیشتری یافته است، باعث شده است که آقای نتانیاهو متقاعد بشود که جنگ راه حل نیست و به همین خاطر رئیس موساد آقای بارنیا را برای مذاکرات آتش بس به دوحه فرستاده، باید منتظر بمانیم. این فشار بر دولت نتانیاهو در حالی است که صدای اعتراض مقامات اسرائیلی بر علیه نتانیاهو هر روز با ادامه جنگ بلندتر میشه. آقای ایران اتیزون، مشاور بلندپایه سابق امنیت ملی اسرائیل، در مصاحبه با بی بی سی بریتانیا اشاره کرد که ارتش اسرائیل در مناطق شمالی نوار غزه احتمالاً در حال انجام جنایت جنگی است. طبق گزارش روزنامه معروف فرانکفورت آلگمان سایتونگ آلمان، روز 25 اکتبر 2024 آقای ایران اتسان از سربازان اسرائیلی در شمال غزه میخواهد که از دستورات ارتش اسرائیل سرباز زنند. من در همینجا به شما بدرود میگم تا برنامه آینده.
مصطفی دانش نویسنده ای کتاب رد پای من میراث جنگ سرد از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در دو جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی‌شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310 477 74 77 kitab.com